سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به فیتوپیا. من مهتا هستم، پزشک و مربی فیتنس. توی این ویدیو از سری ویدیوهایی که بهتون قول داده بودم تا 1 مهر هر شب یه دونه ویدیو ساعت 10 شب داریم که در مورد درس خوندن و برنامه‌ریزی و هر چیزی که احتیاج دارید قبل از شروع مدرسه و دانشگاه بدونید و قرار در موردش صحبت بکنید. امروز من ازتون پرسیده بودم که چه سوالایی در مورد دانشگاه دارید و اگه ترم اول هستید و تازه قرار برید دانشگاه در مورد چیا سوال دارید، و اینقدر سوال بامزه ازتون گرفتم که در این ویدیو قراره که به اون سوالا جواب بدیم. سعی میکنم که سوالهایی که بیشتر تکرار شده بود یا مثلا چیزی بودش که میتونستیم در موردش کاملتر صحبت بکنیم توضیح بدم. خب بریم شروع کنیم. گفتید که واسه کسی که رشته های دکترای علوم پزشکی میره به نظر چه منبع زبانی بخونه واسه آزمون زبان اول دانشگاه؟ توی رشته های پزشکی، حالا دارو اینا رو نمیدونم، ولی توی پزشکی دانشگاه تهران اینجوری بودش که وقتی که شما میرید روز اول دوم ازتون یه امتحان تعیین سطح زبان میگیرن که توی اون سطح زبانتون مشخص میشه و با توجه به اون توی کلاس هایی مثل زبان عمومی یا پیش نیاز 1 یا پیش نیاز 2 میافتید، یعنی انگار 3 تا لول میشید. اگر که سطحتون پایین تر باشه پیش نیاز 2 میشید، اگر کمتر پیش نیاز 1، و اگر که اوکی باشید از همون زبان عمومی شروع میکنید. و ترم‌های بعدی هم که میشه زبان تخصصی، در واقع زبان عمومی جزء چیزاییه که واحدایی که باید بگذرونید، ولی اون پیش نیازا انگار یه حالت تقویتی برای رسوندن شما به اون سطح هستش. پس اگه سطح زبان خیلی خوبی هم ندارید، اون اولش نگران نباشید، توی دسته آدمایی قرار میگیرید که سطح زبانشون تقریبا مثل همه. ولی اگه در کل بخواید خودتون تلاش بکنید که زبانتون بیاد بالاتر، من توصیه میکنم که حتما علاوه بر کلاس دانشگاه، کلاس زبان هم ثبت نام بکنید، کلاس های ترمیک حضوری. هر جایی هم که هستی جهاد دانشگاهی اونجا یه سری کلاس های زبان برگزار میکنه که هم هزینش خیلی به صرفه تره، همین که واقعا کیفیت کلاسش خوبه. من خودم کلاس جهاد دانشگاهی رو خیلی رفتم و به نظرم از همین اول به فکرش باشید. اگه زبان خوبی ندارید، اولین کاری که وقتی که رسیدید دانشگاه میخواید انجام بدید، حالا چه توی خوابگاه هستید چه توی شهر خودتون، یه کلاس زبانی که نزدیک باشه و به برنامه‌تون بخوره حتما در نظر بگیرید. گفتید که میشه توضیح بدید دانشگاه پزشکی کلا چقدر زمان میگیره در هفته؟ پزشکی تقریبا هر روز هفته به جز پنج شنبه ها از ساعت 8 صبح معمولا تا 3 کلاس دارید، بعضی وقتا هم تا 5، مخصوصا ترم اول که میشه علوم پایه. ولی در ادامه ممکنه کلاساتون مثلا کمتر بشه یا بعضی روزا باز بیشتر باشه، ولی معمولا تا 5. بعضی وقتا هم پنج شنبه ها رو کارگاه های براتون برگزار میکنم، مثلا یادم یک کارگاه های مثلا توانمندسازی پزشکان و چیزای اضافه بر برنامه میذارم برای پنج شنبه ها. ولی در کل با توجه به رشته که میرید برنامه‌تون ممکنه فرق بکنه. اگر که لیسانس هستید، یعنی کارشناسی هستید، معمولا 4 روز در هفته میرید، ولی توی پزشکی تقریبا هر روز میرید. بالاخره کی میتونم مدرکمو بگیرم و واقعا کار کنم؟ اینم با توجه به رشته خودتون، یعنی هر رشته که قبول شدید یه چیز متفاوتی داره. اگر که پزشکی هستید که دارید به این فکر میکنید از کی میتونم کار بکنم، شما باید حتما اون 14 ترم تموم بشه و بعدش میتونید حالا با توجه به اینکه طرح دارید یا نه کارتون رو شروع بکنید. ولی توی کارشناسی ها هم معمولا باید درستون تمام بشه، مگر اینکه مثلا یه دوره کارآموزی، کارورزی چیزی داشته باشید که بتونید حین تحصیلتون کار بکنید. شرایط کسایی که همزمان ورزشکار هستن و دانشجو هستن رو هم میدونید؟ این منظورتون نفهمیدم چیه، یعنی که ما میخوایم هم ورزش بکنیم هم درس بخونیم، یا اینکه نه ورزشکار حرفه‌ای هستید؟ در هر حال هر رشته که انتخاب میکنید یه سری تیم حال هست توی هر دانشکده. مثلا دانشکده پزشکی خودش تیم والیبال داره، تیم شنا داره، همه این چیزا رو داره، و با توجه به اینکه شما علاقتون به کدومه یا اینکه اصلا توی کدومش حرفه‌ای هستید، میتونید عضو تیم دانشگاه بشید و توی اون مسیر پیشرفتتون هم ادامه بدید. اتفاقا خیلی هم خوبه، یعنی مانعی نیستن. چطور میتونید توی دوران دانشجویی کسب درآمد بکنید؟ من اینو توی ویدیو دیگه براتون کامل توضیح دادم که اینجا براتون میذارم، حتما برید اونو نگاه بکنید. توضیح دادم که چجوری میتونیم توی زمان دانشجویی با کار پاره وقت یا مهارتایی که میتونیم یاد بگیریم پول در بیاریم. چطور با استادا ارتباط مفید برقرار بکنیم؟ راستش یکم
توی ترم اول ممکنه این سخت باشه براتون، چون هنوز نمیدونید که مثلا کدوم استاد ممکنه که با علاقه های شما یکی باشه، یا اینکه مثلا اون کارهایی که داره انجام میده، کار تحقیقاتی، کار آزمایشگاهیش به فیلد شما بخوره. ولی کم کم از دانشجوهای ترم بالاترتون که بپرسید بهتون میگن که باید مثلا چجوری باهاشون لینک بشید. معمولا اینجوری هستن که استادایی که خیلی با دانشجوها خوبن و مثلا کار تحقیقاتی جلو میبره همه میشناسنشون، و اینا یا یه کمیته هایی دارن که شما میتونید برید عضو اونا بشید، یا کارگاه برگزار میکنن، یا اینکه نه حتی مثلا کلاس که باهاشون دارید بعد از اینکه تموم شد میتونید خودتون برید باهاش صحبت بکنید که مثلا من چجوری میتونم مثلا بیشتر باهاتون در ارتباط باشم، مثلا کجا بیشتر فعال هستید و این چیزا. رشته پزشکی از اولش سخته، باید خیلی درس بخونیم، یعنی نمیتونیم تفریح کنیم یا در کنارش کار کنیم. اینو هم من خیلی خیلی براتون توضیح دادم قبلا که نه، واقعا اینجوری نیستش. اگر ترم اول خودتون بتونید از پس کارتون بر بیاید، دیگه کم کم عادت میکنید. و اینو بدونید که رشته های پزشکی، داروسازی و دندان، چون رشته های طولانی هستن، اگه شما یه تفریح یا یه مهارت یا یه سرگرمی کنارش نداشته باشید، خیلی ممکنه دچار فرسودگی بشید و اذیت بشید اصلا. یعنی واجبه که این کارو داشته باشید در کنارش، همین که شما 7 سال 8 سال قرار هیچ درآمدی نداشته باشید، پس حتما باید به فکر کار کردن اونم به صورت پاره وقت باشید که حداقل یه درآمدی از خودتون داشته باشید دیگه. مثلا تو سن 25 سالگی از پدر مادرمون پول تو جیبی نگیریم. راجع به کنفرانس ارائه دادن یه توضیح بدی که چجوریه، تعدادش تو هر ترم زیاده یا نه؟ بستگی داره واقعا، ولی معمولا در هر ترم شاید 2-3 تا ارائه بیشتر نداشته باشید. 2-3 تا درس هستن که ارائه برشون مهمه و موضوعاتی میگن که شما باید برشون کنفرانس ارائه بدید، که اونم کار سختی نیستش. یا به صورت تکی باید ارائه بدید یا به صورت گروهی. معمولا گروهی هستش که با هم دیگه مثلا یه موضوعی رو انتخاب می‌کنید و یه ارائه رو آماده می‌کنید، که اینم باز تیم ورک میشه. یه کسی پاورپوینت رو آماده می‌کنه، یه کسی مثلا ارائه میده، یه کسی مطلب رو آماده می‌کنه. یعنی کلا کار سختی نیستش. آقا چجوری رفتار کنیم که نه خیلی بیب و خوش به نظر برسیم نه خیلی سبک؟ به نظر من از اول خیلی صمیمی نشید با آدم ها، خیلی گرم نشید باهاشون، و اجازه بدید که یه شناختی ازشون پیدا بکنید، بعد ببینید که با کی اصلا میتونید ارتباط برقرار کنید یا نه. چون ترم اول شما اصلا همدیگر نمیشناسید و مثلا یهو خیلی با همدیگه صمیمی میشید و این داستان، بعد یه ترم میفهمید که اصلا ما با همدیگه نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، اصلا تیپ همدیگه نیستیم، سرگرمیامون تفریحمون اصلا مثل همدیگه نیست، و از اون اکیپ جدا میشید. به خاطر همین نظر من هم خود واقعیتون باشید، خودتون رو نگیرید، ولی خودتون توی مثلا جمع و این چیزا هم برید. اون اولش نیازی نیستش که حتما برید با 3-4 نفر دوست صمیمی بشید، اکیپ بشید و این چیزا. با هم بچهای دانشگاهتون اوکی باشید، با همه میتونید ارتباط داشته باشید، ببینید که کدوما به شما نزدیکتر هستن و در ادامه میتونید با کدوماشون صمیمی‌تر بشید. سلام، سوالم اینه که چجوری شروع کنیم برای درس‌های دانشگاه و خسته نشیم و ترم بالا کم نیاریم؟ اینه که یه سیستم درس خوندن باید برای خودتون تعریف بکنید. خیلی وقتا بچه‌ها مخصوصا ترم اول، مخصوصا اگه برن داخل یه شهر دیگه، اینقدر میرن مثلا با دوستاشون بیرون و این چیزا که از درس میمونن، بعد موقع امتحان باید فقط درس بخونن که اونم نمیتونن هندل بکنن، چون دیگه درس خوندن توی دانشگاه واقعا با دبیرستان فرق میکنه. یعنی اون شب امتحان جواب میده، ولی این دیگه خیلی همون شب جواب نمیده و بعد در طول ترم به فکرش باشید. اینه که به نظر من یه سیستم درس خوندن برای خودتون طراحی بکنید. مثلا این چیزی در نظر بگیرید که من اگر که آخر هفته ها باید حتما 3 ساعت درس بخونم بعد برم بیرون، یا اینکه نه امروز که این درس سنگینو داشتم که میدونم همه میگن امتحانش خیلی سخت میاد، حتما سعی کنم که 1 ساعت درس بخونم بعد بقیه کارامو انجام بدم. یعنی حتی میتونید شما بعد از اینکه کلاستون تمام میشه برید کتابخونه 1 ساعتو بخونید، خیالتون راحت بشه، بعد برید هر کاری که دوست داشتید انجام بدید. وسیله مورد نیاز یک دانشجو برای درس خوندن در دانشگاه و در منزل چیه؟ چیز خیلی خاصی نیست، یه سری جزوه احتیاج دارید. دفتر معمولا احتیاج نمیشه، ولی من اگه جای شما باشم یه دفتر با خودم میبرم که چیزای مهمی که استاد سر کلاس میگه، مثلا میگن که آقا این امتحان میاد این چیزا حواستون باشه، اونا رو یادداشت بکنم. وگرنه چیز خیلی خاصی نیستش برای یادداشت کردن و این چیزا، و وسیله که بگم برای درس خوندن لازمه چیز خاصی نیستش دیگه، همون یه جزوه. مثلا اگر که جزواتون مثلا الکترونیکی، شاید مثلا یه آیپد داشته باشید یا لپتاپ داشته باشید یا حتی رو گوشی بخونی، و همین. واقعا شما به چیز خیلی خاصی احتیاج ندارید. روزی چند ساعت درس بخونیم و توصیه برای سبک درس خوندن؟
درس خوندن دانشگاه واقعا با دوره دانش آموزی خیلی فرق میکنه، چون اینقدر مواد گستردن، از هر چیز ممکن سوال بیاد و اینا. ولی اولین کاری که میتونید بکنید مثلا تو ترم اول اینه که حتما برید سراغ نمونه سوالهای سالهای گذشته و ترمهای قبل، از ترم بالاییاتون مشورت بگیرید که چجوری درس بخونید برای این درس. و اینکه چند ساعت درس بخونید واقعا یه چیز مشخصی نیستش، شاید در حد یکی دو ساعت روزانه خیلی زیاده، یعنی اگه شما یک ساعت واقعا در روز درس بخونید از خیلی جلوترید، خب چون خیلی ها درس نمیخونن دیگه، تموم شد موقع دانشگاه، ولی خب سر امتحان خیلی اذیت میشن دیگه. در مورد خوابگاه بگو، من قصد دارم که یه ویدیو دیگه براتون آماده بکنم در مورد خوابگاه، چیزایی که باید با خودتون ببرید، اینکه چه کارهایی انجام بدید یا اینکه چه چیزایی ضروریه، این چیزا صحبت بکنم. اگه سوالی دارید حتما برام بنویسید. سوال جالب گفته که چجوری با تشریح جسد کنار بیایم خود اولین بار چه حسی داشتی. من تو ویدیوهای قبلی من بهتون گفتم که آقا جان ما رو یه بار از طرف مدرسه‌مون توی پیش دانشگاهی بردن دانشگاه تهران که سالن تشریح ما بریم اونجا انگیزه بگیریم و مثلا درس بخونیم اینا. بعد من اینجوری بودم که من نمیام. این دو سه نفر از بچه‌ها بودیم که اونور وایسادیم و نرفتیم تشریح جسد. بعد جلسه اول که آناتومی عملی داشتیم همون ترم اول، یعنی مثلا هفته دوم، استادم گفت ببینید این چیزا به شعور آدم بستگی داره، هر چقدر که آدم شعورش پایین تر باشه به این چیزا حساس تر میشه و اگر که شعور بالایی داشته باشه برایش یه چیز طبیعیه، این علم آموزی هستش، انسان‌های محترمی هستن جسدهایی که اونجا هستن کاداف، و خیلی هاشون آدمای برجسته و خیلی خیلی معروف بودن که خودشونو وقف علم کردن. این خیلی وقتی اینجوری بهش فکر بکنید خیلی براتون جالب میشه دیگه. من یادمه که سالی که ما دانشجو بودیم یه خانومی بود که نویسنده بود توی آمریکا، فوت کرده بود و توی وصیت‌نامه‌اش خودشو وقف دانشگاه علوم پزشکی کرده بود، یعنی بعد از فوتش آورده بودنش تهران و توی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان کاداف تشریح عملی روش انجام میشد. و این خب یعنی اون آدمایی که اونجا هستن همشون آدمای خیلی نمیدونم چه صفتی میشه براشون بکار، آدمای بزرگی بودن، یعنی آدمایی که خودشون قبل از مرگشون به این فکر بکنن که من چه کاری میتونم بعد از مرگم حتی انجام بدم که برای آدم مفید باشم، خیلی چیز جالبی میتونه باشه. و وقتی که رفتیم بالا سر حال جسد و این چیزا اینجوری بودیم که هی همدیگه رو نگاه میکردیم که شورش پایین‌تره، ولی خب هیچ مشکلی پیش نیومد و خیلی اوکی، یعنی انگار طبیعی میشه برات. و اینم بهتون بگم که کادابرا و حالا جسدهایی که ما برای تشریح استفاده میکنیم مثل یه فرایند 6 ماهه به آماده سازی دارن که توی فرمانه قرار میگیرن این چیزا، یعنی میخوام بهتون بگم که وقتی میرید اونجا خیلی چیزا مثلا عجیب غریب و ترسناک یا چیزی نیستش، یعنی مثل مولاژ میشن در واقع، نگرانش نباشید باهاش کنار میایید حتما. شما بریم سوال بعدی. روز اول چه چیزایی نیاز با خودمون ببریم دانشگاه؟ این سوالم خیلی سوال جالبی و پرتکرار، میبینم که همه علاقمند به این که چی ببریم چی کار کنیم و اینا. چیز واقعا چیز خاصی نیاز نیست ببری، ولی عکس همراهتون باشه، مدارکی که برای ثبت نام حالا میخواید ببرید اگه ناقص بوده همراهتون باشه. خیلی وقتا چون کارت دانشجویی این چیزا باید بگیرید، مثلا کارت ملی اگه همراهتون باشه خوبه، اطلاعاتتون رو داشته باشید، آدرستون، شماره تلفنتون، کد پستی خونتون و این چیزاشون برای مرحله ثبت نام این چیزا اونجا نیاز دارید. یا عکس که میگم بهتون برای عضویت توی کتابخونه یا سایت دانشگاه ممکنه بهش نیاز پیدا کنید. یه خودکار همراه تون باشه اگه چیزی لازم بود بنویسید، یه تیکه کاغذ همراهتون باشه، شاید خواستید شماره یه کسی رو بگید، یه کاری بکنید که گوشیتون موقع کار نکرد و نتونستید از گوشیتون استفاده بکنید بتونید. و همین واقعا چیز خاصی نیستش که من الان بگم اینو حتما همراه خودتون داشته باشید، ولی چیزایی هستش که مثلا خب همیشه داشته باشید دیگه، یه اتکلون یا مثلا بادی اسپلاش حتما توی کیفتون باشه اگه احساس کردید که عرق کردید ازش استفاده بکنید. خب این چیزا خیلی میتونه تاثیر داشته باشه، مثلا یه شونه همراهتون باشه، لوازم آرایش معمولیتون ضد آفتابی همراهتون باشه، مثلا یه چیزی که همیشه استفاده میکنید همراهتون باشه، مثلا یه چیز خاصی نیستش که من بگم حتما اینو با خودتون ببرید. روز اولی که میریم خوابگاه میدم معمولا بله، یعنی حتی قبل از اینکه شما هم بیاید میتونید موقع ثبت نام دیگه برید ثبت نام خوابگاهتون رو انجام بدید و اصلا برید داخل خوابگاهتون. من پزشکی تهران یا بهشتی میتونم برم؟ آیا جو اونجا خیلی عجیبه و نیازه که قبل از دانشگاه پیشخوانی بکنم؟ نه، اصلا نیازی به پیشخوانی کردن نداره و جوشون هم نه واقعا جو عجیب و خاصی نداره، همه آدما صمیمی هستن با هم دیگه. فضای جوی دانشگاه برای یه دختر چجوری میتونه باشه؟ یکم عجیب میتونه باشه اولش، مخصوصا که یهو وارد جایی میشید که از مدرسه که تک جنسیتی بوده وارد دانشگاهی میشید
که همه کنار هم دیگه ممکنه بشینن و ازتون میخوام که اصلا هول نشید، اصلا عجله نکنید توی هیچی، برای همه چی وقت هست و میگم خیلی چیز خاصی نیستش که الان استرسشو داشته باشید، یه تجربه جدید خیلی خوشایندی که بعداً براتون خاطره میشه. بهت گفتید که چیکار کنیم روز اول زایه‌بازی نباشه و جزوه‌نویسی کنیم یا نه؟ جزوه‌نویسی واقعا نیازی نیست، مگر اینکه احساس بکنید که مثلا دارم میگم ترم بالایی هاتون که بعدا باهاشون صحبت کنیم میگن که آقا جان جزوه این وجود نداره، پس حتما سر کلاس جزوه بردارید. البته که جزوه برداشتن برای آموزش شما خیلی میتونه خوب باشه، مخصوصا اینکه وقتی میرید خونه مثلا همون جزوهتون رو یه مرور بکنید، واقعا میتونه بهتون کمک بکنه، مخصوصا اینکه اگه برید سر کلاس، اگه نرید که نمیتونید جزوه بردارید. و اینکه چیکار کنیم که زایه بازی نباشه، باز من از مخاطبای اینستاگرامم پرسیدم که خسترین کاری که توی روز اول دانشگاه میشه انجام داد چیه و اونا برای من نوشتن که من قرار ویدیوشو بگیرم اونا ببینید. پس بعد گفتید که میترسم فضای دانشگاه خیلی رقابتی باشه و خودشونو بگیرن. حقیقتش اینه که برای من اینجوری نبود و بستگی داره به خودتون، یعنی شما چقدر بتونید با آدم‌ها کنار بیایید، با همه مدل‌های مختلفی. با شما به این فکر بکنید که شما و خواهر یا برادرتون علارغم اینکه توی یه خانواده بزرگ شدید، سطح اقتصادی، سطح فرهنگی، سطح نمیدونم جغرافیاییتون یه جور بوده، باز چقدر با هم دیگه تفاوت دارید. حالا آدم‌های از سر تا سر کشور با این سطح‌های خیلی مختلف همه چی قرار یه جا قرار بگیرن، و اینکه شما چقدر با این قضیه بتونید خودتون رو وقف بدید و انعطاف داشته باشید قطعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. ولی چیز بدی نی، یعنی من فکر نمی‌کنم که اگه شما خودتون آدم اجتماعی باشید، گوشه‌گیر نباشید، درونگرا نباشید، معمولا مشکل توی ارتباط پیدا کردن با بقیه آدما نمیگیرید و اینکه خیلی رقابتی هم نه. واقعا الان دیگه اینقدر هم خستن که اصلا رقابتی وجود نداره. شاید ترم اول سر اینکه کی نمرش بالاتر شد و این چیزا باشه، ولی خیلی نه. باز در مورد خوابگاه پرسیدید که لباسایی که میشوریم و کجا پهن کنیم اینا، که باز من توی ویدیوی اون یکی در موردش صحبت میکنم. و گفتید که مقاله نویسی دوست داریم یاد بگیریم، که خیلی خوبه، حتما زبان و مقاله نویسی رو یاد بگیرید. برای شروع مقاله نویسی هم حتما اون بوردهایی که توی دانشگاهتون هست و این چیزا رو دنبال بکنید یا از تنبالیتون بپرسید، چون یه سری از کارگاه‌ها برگزار میشه که شما میتونید توی اون شرکت کنید، یا اینکه با اساتید و دانشجوهایی که توی کار مقاله نویسی هستن میتونید لینک بشید، بهشون بگید من علاقه‌مندم، چجوری میتونم همراه شما بشم، خودشون بهتون میگن که چیکار میتونید انجام بدید. بعد گفتید که واجبه که حتما یه لپتاپ داشته باشیم، یا مثلا آیپد اوکیه، یا مثلا تبلت. من خودم نه تبلت داشتم نه حالا لپتاپم، مثلا خب یه لپتاپ داشتم توی خونه، ولی اینکه خودم یه لپتاپ داشته باشم که با خودم ببرم و بیارم نه. یعنی چیزی نیستش که اگه ندارید نگرانش باشید که من حتما باید با یه لپتاپ برم سر کلاس، فقط یه گوشی داشته باشید کارتون را میندازه. کم کم هم اگه بتونید حالا یه تبلت یا لپتاپ هر کدومش با توجه به نیاز خودتون تهیه بکنید، برای اینکه بعدن گفتم مثلا اسلاید ممکنه آماده بکنید، ممکن در مورد تحقیق کنید، ممکنه یه سری از جزوه ها مثلا پی دی اف باشه بخواید بخونید، اونو اذیت نشید، یا اینکه اصلا اینا رو نگرانش نباشید، توی خوابگاه یا توی دانشگاه خودش سایت هست، یعنی یه سری کامپیوتر اونجایی که شما میتونید همه کاری باش انجام بدید، همه کارهایی که با لپتاپ قرار انجام بدید اونجا میتونید انجام بدید، پس اصلا نگرانش نباشید اگه ندارید. وسط پزشکی امکان مهاجرت وجود داره یا نه؟ نه، مگر اینکه درستون رو ول کنید، مثلا بعد معادل سازی بکنید که مثلا من یه لیسانس گرفتم و بعد بتونید برید. توی دانشگاه قضا میدن یا نه؟ آره، یه بوفه هست، سلف هست، و همون روز اول که میرید دانشگاه اینا رو شناسایی میکنید دیگه، سلف کجای، غذاخوری کجای، بس سایت دارید که بعد برای هفته آیندهتون غذا رزرو بکنید، هر غذا مثلا چه میدونم 5000 تومانه، 7000 تومانه، 2 تومانه انتخاب میکنید، و بعدش هم که با کارت دانشجوییتون میرید وارد سلف میشید، یه تایم مشخصی داره برای نهار که میتونید از اونجا استفاده بکنید. انتخاب واحد چیه دقیقاً؟ ببینید شما هر ترم اون درسایی که انگار باید داشته باشید بهش میگن انتخاب واحد، یعنی شما بهتون میگن که این ترم باید اصلا این درس ها رو بردارید، خب، و شما میرید توی سایت اون درس ها رو انتخاب میکنید و این میشه برنامه شما، این چیز خاصی نیستش. از کجا بفهمیم کلاس شروع شده و کدوم کلاس هستیم؟ این سوال جالبی، از همون اول که میرید روی بورد ها زده شده، خب اصلا نگرانش نباشید، فقط در دیوار رو یکم نگاه بکن و با آدمای دیگه که الان اومدن اونجا بپرسید ازشون که خب آقا جان الان چجوریه، مثلا اگه شما دیر رسیده ازشون میتونید بپرسید الان چجوری شد، تقسیم بندی چجوری اینا، و کاملا راهنماییتون میکنن خود بچه ها، و اینجوری میتونید دوستان پیدا بکنید. نگران نباشید، نمیدونید کلاستون کجاست، با بقیه راه بیافتید، اونا هر جا که رفتن شما هم میرید. گفتید که کلاس زبان از همون ترم اول شروع بکنیم یا صبر کنیم یکم به دانشگاه عادت بکنیم بعد
بعدش شروع بکنیم. به نظر من حتما از همون اول به فکر کلاس زبان باشید، یعنی هر جایی که هستید، هر شهری هستید، هر دانشگاهی میرید، هر رشته‌ای که میرید، حتما بچه ها زبان بلد بودن یکی از اجزای جدایی ناپذیر دنیای الانه و هر کاری که بخواید بکنید، هر مهارتی که بخواید یاد بگیرید، هر کشوری که قرار باشه برید باید زبان بلد باشید و به نظر من حتما این کار بکنید دیگه. اینم از این. من سعی کردم که چیزایی که ازم پرسیده بود در مورد حالا روز اول دانشگاه یا کلن جدید الورودها چی کارا بکنم بهتون توضیح بدم. اگه سوالی دارید که من جواب ندادم باز برام بنویسید، سعی می‌کنم حتما توی کامنت‌ها جواب بدم. و دیگه همین، حتما یادتون نره که سابسکرایب بکنید، ما هر شب یه ویدیو جدید داریم تا یکی مرک که کلی کاربردی و به دردتون می‌خوره. تا ویدیو بعدی.